به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. میفرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را بر من بکشای تا مردمی که از زبان من بکشای تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. گفت یا رب شرح صدرم کن عطا، سینه ام را بازگردان ای خدا، خواهم از لطف و کرم احسان کنی، کار را از بهر من آسان کنی، ویژه من مهر خود را ساز کن، عقده را تو از زبانم باز کن، عقده بکشا از زبان و کار من تا بفهمند این و آن گفتار من. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شما سروران گرامی، همراهان همیشگی برنامه های فرهنگی آکادمی مولانا. همانطوری که استحضار دارید، موضوع بحث ما عرفان نظری و عملی، منازل عرفان و مقامات عارفان از منظر شیخ الرئیس حکیم ابو علی سینا، حکیم فرزانه ایرانی است، که اشاره داشتیم به نمطهای پایانی کتاب ارزنده اشارات و تنبیهات. بحث ما منتهی شد به تمثیلات عرفانی، اون تمثیلاتی که عرفا در مرتبه شهود خودشون در مرتبه عین الیقین دریافت میکنن و به صورت نماد و سیمبولیک برای ما انتقال میدهند، و ما باید با این تمثیلها و این حکایات جریان جری و انطباق پیدا کنیم. رسیدیم به رسالت و تیر، یعنی پرندنامه و یا رساله پرواز پرندگانی که مؤسس اون و آغازگر اون ابن سیناست، و در این رساله اندیشه های تابناک عرفانی ابن سینا متجلی می شود. اشاره کردیم به این که این رساله 4 جزء دارد. جزء اول اون عبارت است از شکایت از اون قربت غربیه، تنهایی و جدایی، و شکایت از نبودن همراهان همدل. قسمت دوم رساله وصیتی است که ابن سینا در لباس یک عارف بیان می کند که مقدمه و آمادگی پرواز و صعود انسان را مهیا می کند. قسمت سوم رساله را که در نوبت گذشته عرض کردیم، بحث اسارت انسان، صید انسان و صیادی که در کمین انسان است، و اشاره کردیم بدون دامها و بندها و قفسها و حصارهایی که انسان را محدود می کند. و قسمت پایانی این رساله را امروز خدمت شما گفتگو می کنیم که مربوط می شود به رسالت انسان، مأموریت انسان، پرواز انسان و براعتی که این انسان پیدا می کند. اجازه بدید به طور خیلی خلاصه باقی مانده رساله رو با هم قرائت کنیم. طرح روایت قبل، از آغاز داستان راوی، یعنی اون کسی که داره حکایت میکنه، کسی که به عین الیقین حقایقی رو دریافت کرده، اون حقایق رو در قالب این سمبول ها داره برای ما بیان میکنه، به دنبال مخاطبی میگردد که داستان اندوهناک خود را برای شرح دهد. یعنی سینه خواهم شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق، و ادامه میدهد. صیادان به صحرا آمدند و دام پهن کردند و سفیر خوش زدند. این صدایی که بتواند این پرندگان را به دام بگیرد، که اینجا ما بحث شیطان را مطرح کردیم. راوی که خود را پرندهی تصور میکند، یعنی در حقیقت این راوی که عارف است و ابن سیناست یک پرنده است، در حال پرواز میان گله مرغان فریب خورده، در حال پرواز میان مرغان فریب خورده به دام میافتد، یا میتونیم ویرگول بذاریم، در حال پرواز میان گله مرغان فریب خورده به دام میافتد، و هرچه تلاش بیشتری میکنند دامها بر پای آنها محکمتر میشود، تا چنان میشود که به آن دامها
تن در داده و عادت میکنن. اینجا رو هم نکته ای هست که در اون اشاره کردم که انسان ها یواش یواش عادت میشه براشون اون بندها و اون حصارها و خو میکنن، خو میگیرن به اون خطاها، به اون انحرافها، به اون اعوجاجها. روزی راوی، یعنی همین پرندهی که الان گرفتار شده، دسته ای از پرندگان را در حال پرواز میبیند که بر پای آنها دام است. یعنی این پرندگانی رو مشاهده میکند که اینجا این پرندگانی که در حال پروازن سیمبل عارفانی است که اولیایی است که اینها در فضای قدس در حال پروازند و در معراجند. اما در اینجا نکته ای رو به ما متذکر می شود، بر پای آنها بندهایی است. یعنی همطوری که جلسه قبل اشاره کردم، وقتی که این صیادها دام رو پهن می کنند، دام سه گونه است. یعنی اون بندها و حلقه ها بر گردن و سر اونهاست و بر بالهای اونهاست و بندی هم بر پای اونهاست. اینهایی که رها میشن و رهایی پیدا میکنن، بالهای اونها و سر و گردن اونها آزاد شده، ولی پای اونها هنوز اون رشته به پای اونها بند است. و اینم در اینجا هم باز نکته ایست که اشاره خواهم کرد، این که ابتداعاً رهایی اونها از سر آغاز میشود و از گردن، یعنی سیمبل این حقیقت است که رهایی از اندیشه آغاز میشود. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ادگل گلشنی، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. مادامی که این اندیشه اصلاح نشه، انسان در بند است، در قفس است و بعد میتواند بال بزند و پرواز کند. در حال پرواز میبیند که بر پای آنها دام است، آنها را صدا میکند تا رهایش کنند. پرندگان در ابتدا، یعنی پرندگانی که اولیایی که میان، از ترس نزدیک شدن به دام و اسارت نمیپذیرند، ولی سرانجام قبول میکنند تا او را یاری کنند، ولی آنها نمیتوانند بندها را از او باز کنند، یعنی بند پا را نمیتونن باز کنند، و به او میگویند که این نجات را غنیمت بشمارد و میگویند راه طولانی و مخطوفی پیش رو خواهند داشت تا از آن جایگاه بیرون روند. یعنی این راهی که باید طی کند این عارف از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، این یک راه مخوفیه. یعنی انسان شدن، شکوفا شدن، رسیدن زحمت میخواد تا از آن جایگاه بیرون روند و دوباره اسیر نگردند. پرندگان و راوی شروع به حرکت میکنند. وقتی که حرکت میکنند این راه طولانی، در این رسالت و تیر ابن سینا اشاره به نه کوه میشود که این نه کوه همون مراحل تکامل انسان است که اشاره به افلاک نهگانه است که اینها صعود میکنند به اون عالی ترین نقطه‌ای که باید صعود بکنند. هشت کوه در برابر خود میبینند، از ترس اسیر شدن از شش کوه میگذرند، وارد کوه دوم میشن و برای استراحت بر کوه هفتم فرود میآیند. در آنجا استراحت کرده، ولی در اینجا، حالا من این خلاصه کردم داستان رو، منادی ندا میزند که ماندن شما و توقف شما به معنای سقوط شماست، باید حرکت کنید. اونها حرکت میکنن به طرف کوه هشتم، پرواز میکنن. کوه هشتم کوهی بلند است و بر آن آنچنان زیبایی هایی وجود دارد که چشم را خیره میکنن. پرندگان بر کوه هشتم فرود میآیند، آنها پذیرایی میشوند. پرندگان رنج های خود را برای والی کوه هشتم تعریف کنند. کوه هشتم یک والی دارد، والی نیز نشانی ملک را به آنها میدهد. پس در این سیری که این پرندگان دارند، میرن به سوی پادشاهی، همینطوری که در منطقه تیر عطار پرندگانی که پرواز میکنند میخوان برن پیش سیمرغ، ولی اینها در نهایت به لقاء یک ملکی میرسند، به لقاء یک پادشاهی میرسند. و این پادشاهی که در اینجا طرح شده است، سیمبل معشوق ازلی، حقیقت ازلی است. نشانی ملک را به آنها میدهد که بر سر آن کوه منزل دارد و مژده میدهد که ملک میتواند بندها را از ایشان بردارد. پرندگان خوشحال گشته به طرف کوش که ملک، یعنی قصر ملک، پرواز میکنند. ملک آنها را به حضور میپذیرد. سپس راوی قصر ملک را توصیف میکند. یعنی ابن سینا میگه اون زیبایی هایی را که ما دیدیم
و جمال ملک را چنین وصف می کند: آنچنان نورانی بود که پرندگان بیهوش شدند. سپس پرندگان رنجهای خود را برای ملک شرح می دهند. وقتی که بیهوش شدند به هوش می آن و ملک به اونها جرأت و جسارت سخن گفتن عطا می کند. اونها جرأت پیدا می کنند، برای ملک شرح می دهند و از او درخواست می کنند که بقایای بندها را از ایشان بردارد. یعنی اینا دیگه آزاد مطلق بشن، حر مطلق بشن تا در خدمت او بمانن. اما ملک پاسخ می دهد که بند را کسی می تواند از پای آنها بردارد که او بسته است. یعنی کسی که بسته می تونه این بند رو باز کنه. و رسولی که یعنی این رسول فرشته است، به همراه آنان می فرستد تا الزام کند که بندها برداشته شود. روایت پرندگان با این جمله به پایان میرسد. حالا اینها دارن با اون رسول بر میگردن و حاجبان یعنی اون دربانان اون قصر بانک برآوردن که باز باید گشت، یعنی باید برگردید، شما باید برید. از پیش ملک باز گشتیم، یعنی اکنون داریم بر میگردیم، داره روایت میکنه، و اکنون در راهیم با رسول ملک میآییم. من اینها رو توضیح میدم. و اما در پایان روایت، یعنی وقتی که اینجا روایت تمام میشه، تمام شدن روایت، رسیدن به یک نقطه نیست، یعنی باز این راه ادامه دارد، این شدن، این چالش متوقف نمیشود، چون به سوی بیسویی میروند. روایت راوی وقتی که در آخر میرسه، راوی میگه وقتی که من جمال اون ملک را برای دوستانم بیان کردم که گفتم ملک چگونه بود، من گفتم شما در ذهن خود، در اندیشه خود، در باطن خود زیبایی را تصویر کنید، نهایت و کمال زیبایی، کمال جمال، و اون نهایت کمال و جمال صورت و تصویری است که از ملک من میتوانم ارائه بدهم. روایت راوی با انکار دوستانش مواجه میشود و این نکته را علی علیه السلام در خطبه متقین بیان میکند که اینها گاهی حالاتی دارند که دیگران وقتی که اونها رو میبینن اونها رو انکار میکنن و میگن اینها دیوانه شدن. و بسا دوستان که این قصه بشنوند یا بشنود و گفت یا گفتند، پندارم تو را پری رنجه میدارم. من فکر میکنم که در وجود تو جن آمده، در وجود تو پری اومده، تو مجنون شدی، تو جن زده شدی که این حرفا رو میزنی، یا دیو در تو تصرف کرده است. به خدای که تو نپریدی بلکه عقل تو پرید و تو را سید نکردن که خرد تو را سید کردن. آدمی هرگز کی پرید؟ خب این قسمت باقی مانده از این رسالت و تی بود که خدمت شما تقدیم کردم. اما درس هایی که در این قسمت ما باید به اون درس ها توجه کنیم رو خدمتون عرض میکنم، و اون این است که وقتی که اینجا از طیران سخن میگوید و از پرواز پرنده سخن میگوید، همطوری که قبلا هم عرض کردم، در اسطوره ها از قدیم الایام پرنده نماد روح انسان، نماد ارتباط انسان با خدایان، نماد موجودات آسمانی، فرشتگان و موجودات روحانی و نورانی به صورت موجودات بالدار و پرنده تجلی پیدا میکنند در اندیشه انسان. و پرنده با پرواز و آوازی که دارد حکایت صعود انسان رو دارد. بنابراین وقتی که گفته می شود پرواز پرنده، سیمبول و نماد انسانی است که می خواهد، روح انسانی است که می خواهد پرواز کند، بندها را بگسلد و این قفس را بشکند و مخزن به سوی آسمان باز بکند. این کلن پیامی است که این رسالت و تیر به انسان می دهد. برای اینی که این پیام رو ما بهتر تحلیل کنیم و تشریح کنیم، شما رو برمیگردونم به اون بحثی که در مکتب مشرقیین و مکتب اشراق اشاره کردیم. گفتیم که افرادی مثل ابن سینا و مثل شیخ اشراق به مشرق و مغرب اعتقاد دارن، و این مشرق و مغرب که ما مشرقی داریم و مغربی داریم، این جغرافیا نیست. ما در این عالم مشرقی داریم و مغربی داریم، و منظور از مشرق یعنی محل طلوع خورشید و مغرب یعنی محل غروب خورشید. مغرب ظلمت است، مشرق نورانی است. اما وقتی که در عرفان اینها از مشرق و مغرب سخن گفته می شود، مشرق و مغرب یک
سیتویشن است، یک موقعیت است، یک حالت است، یک بودن است، یک رفتن است. انسانی که در یک قربتگاهی قرار گرفته به نام قربت غربیه و عالم جسم و ماده، و هر چه به عالم جسم و ماده ما نزدیک میشیم به مغرب عالم نزدیک میشیم، و هر چه از این عالم فاصله میگیریم و به نور و رهایی نزدیک میشیم، داریم به مشرق عالم و عالم اشراق نزدیک میشیم. با توجه به این مقدمه‌ای که من خدمتون عرض کردم، پیامی که عارف در رسالت و تیر دارد برای انسان، جوابی است به سوال انسان و درمانی است برای درد انسان امروز. که حالا همون سوالی که آقای کاظمی هم مطرح کردن، به لحاظ کاربردی چه تأثیری در زندگی ما دارد. مطلبی که باید به او توجه بکنیم این است که هرچه انسان جسمانی تر می شود و هرچه انسان متوجه این اشیا و اجسام می شود و هرچه انسان به این عالم قربت و این مغرب نزدیک می شود، در انسانیت او غیر قابل اعتماد تر می شود. یعنی انسانیت و اون معنویت و بعد روحانی در انسان غروب می کند. یعنی زمانی که این انسان مبتلا به مقایسه و مسابقه می شود در این عالم ظلمت و حرص وجود او را می گیرد و اموال و اشیاء چشم او را پر می کند، این انسان نمی تواند چشم در چشم دیگران انسان را تماشا کند و آینه ای باشد که حقیقت در اون آینه متجلی شود. از این جهت قانونی را در رسالت و تیر ما مشاهده می کنیم تحت تأثیر این پروازی که پرندگان دارن، که اون قانون، قانون شفا بخش است. یعنی به لحاظ عرفانی اگر کسی بخواد در مکتب عرفان زانو بزنه و حرکتی در زندگی خودش داشته باشه، من و شما از همین فردا عمل بکنیم به این قانون نوشته شده در کائنات به نام قانون رهایی و آزادی و حریت و رهایش. یعنی ما به تدریج کم کم بتوانیم رها بشیم. یک قانونی است که در کائنات نوشته شده و کسانی که اهل مقایسه و مسابقه و چسبندگی و وابستگی هستند با این قانون مخالفت میکنن. برای اینی که من این قانون رهایش رو از این رسالت و تیر برای شما توضیح بدم، باز مقدمه رو عرض میکنم. و اون مقدمه این است که عزیزان میدانن و بارها هم شنیدن که بحثی است که آیا انسان تک ساحتی است یا ساحت‌های متعدد داره. گروهی میگن انسان تک ساحتی است، اما اغلب اعتقاد دارن که این که انسان حجره‌های مختلفی دارد، انسان قسمت‌های مختلف، ساحت‌های مختلفی دارد، و لااقل انسان دو ساحت دارد: ساحت جسم و ساحت روح، خاک، افلاک، نور، ظلمت، لجن، روح خدا، قبضه از دو عالم سرشته، خاک و افلاک و دیو و فرشته، رمز عالم در این قبضه هشته، اسم اعظم برون برنوشته. انسان هم مظهر تمام اسماء خداوند است، انسان هم مظهر شیطان است، هم مظهر رحمان است. وقتی که ما در ارتباط با جسم این انسان و این تخت بندی که حافظ میگوید چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، من چگونه میتونم در فضای عالم قدس طواف بکنم در حالی که در این سراچه ترکیب تخت بند بدنم، وقتی که به این جسم انسان ما توجه میکنیم، مسئله‌ای در زندگی انسان به وجود میاد به نام چسبندگی و وابستگی. این چسبندگی و وابستگی به چی؟ به اشیا، به اشخاص، به اموال، به ثروت، به قدرت، به طوری وابستگی و چسبندگی ایجاد میشه که این تمام هویت من میشود، به طوری که اگر این از من سلب بشه، من فلج میشم، من نابود میشم و من ساقط میشم. این وابستگی و چسبندگی رو که در قرآن کریم از او تعبیر میکند به این که اساقلتم الالعرض، یعنی اینا سنگین میشن به سوی زمین، به سوی این عالم مغرب، به سوی این عالم جسم. اگر ما نگاه کنیم، اولین درسی است که در عرفان به ما داده میشود، یعنی همون تخلیه‌ای که انسان باید داشته باشد. و از این جهت این
قانون رهایشی که بنده عرض میکنم در پرتو این وابستگی و چسبندگی معنا پیدا میکنه. مادامی که انسان ها چسبنده و وابسته هستن به اشیا و اشخاص، اینها خوابن. الناس و نیامون پیامبر میفرماید مردم خوابن. اذا ماتو انتبهو، وقتی که میمیرن اینها از خواب بیدار میشن. وقتی که انسان به اون هوشیاری و بیداری میرسه، حالا این هوشیاری و بیداری هم دو جوره، یا در این دنیا به مرگ عرفانی میرسه، یعنی بر اون چسبندگی ها میمیرد، بر اون خود کاذب میمیرد، یا این که جان به جان آفرین تسلیم میکند، یعنی مرگ اضطراری. مرگ عرفانی هم میشه مرگ اختیاری. انسان وقتی که هوشیار میشود در اثر مرگ عرفانی یا مرگ اضطراری، وقتی به پشت سر خودش نگاه میکند، تمام این وابستگی ها را میبیند چقدر بی اهمیت و چقدر سست بوده است. و به همین دلیل در قرآن کریم دارد که میفرماید که با خودش میگوید و یا لیتنی قدمت لحیاتی، در سوره والفجر، وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. این انسان اونجا هوشیار شده، نگاه میکنه تمام وابستگی هایی که داشته، وابستگی به ثروت، وابستگی به پول، وابستگی به زر، وابستگی به زن، وابستگی به قدرت، تمام اینها اینقدر پوچ بوده که در قرآن میگه که یا لیتنی، ای کاش من قدمت لحیاتی، دست برمیداشتم از این وابستگی هام و تقدیم میداشتم برای زندگی حقیقی خودم، برای حیات خودم چیزی رو جلو میفرستادم. من با اون وابستگی ها همه اینها رو قطع کردم. بنابراین شما از این منظر، یعنی از این منظری که تمرین مرگ عرفانی انسان میکند، به قانون رهایش شما نگاه بکنید که هر نوع وابستگی، وابستگی به فرزند، وابستگی به همسر، وابستگی، هر نوع وابستگی مانعی است برای اینکه انسان در سطح زندگی هوشیارتری قرار بگیره. یعنی اونجایی که من میخوام استعلا پیدا کنم، میخوام پرواز بکنم، در اون پروازی که من دارم انجام میدم، اون پروازی که در رسالت و تیر از او سخن گفته میشه، وابستگی مانع اون پرواز است. و هرچه انسان بیشتر از مردم و از اشیا و از اشخاص گریده بشه و جدا بشه، این جدایی به معنای قطع علاقه با مردم نیست، یعنی قطع وابستگی کند، زندگی بهتر و عرفان عمیق‌تر و معرفت لذیذتری خواهد داشت. یعنی دقیقاً به این سوال بشر جواب داده می‌شود. اول صحبتم گفتم اون سوال این است که چگونه می‌شود با این همه وفور نعمت و برکت، انسان‌ها نمی‌توانند به اون لذت باطنی، به اون آرامش حقیقی، به اون well-being دست پیدا بکنن. علامت آن و ریشه آن برمیگردد به وابستگی و شفاء آن به دست رهایش و رهایی است. و اون پروازی که در اینجا پرواز پرنده سیمبل نفوس مستعدی است که میخوان از اون چاه مغربی که وابسته شدن، از اون چاه بیرون بیان، برسن به اون قله کوه نهم یا به اون قله قافی که تماما اشراق و نور است. خب من اینهایی که براتون عرض کردم و شما رو وقتتون رو گرفتم، اینها رو در اینجا خدمت شما آوردم. درس های رسالت و تیر، رهایش و حریت یک قانون نوشته شده کائنات است. کسایی که میخوان بیان در مکتب عرفان باید تمرین رها شدن پیدا بکنن. حالا بنده میگم چجوری. قانون رهایش برخلاف و بر علیه عادات و سنت های باطل است. ما به یک سلسله عادت ها و سنت ها ما خو میگیریم، ما به این عادت ها عادت میکنیم. برخلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. حافظ میگه برخلاف آمد عادت. برخلاف آمد عادت یعنی همین وابستگی هات رو، یکیش همین وابستگی هات رو بعد کنار بگذاریم. بله، در اینجا میفرماید که لازمه فهم معنای رهایش توجه به چندگانگی وجود انسان است. چه عرض کردم، انسان جسمی دارد و جنبه روحانی و معنایی دارد.
لازمه فهم معنای رهایش توجه به وابستگی بیمارگونه است که در برابر عشق عاقلانه مانع تراشی می کند. حالا راجع به این عشق عاقلانه و این وابستگی بیمارگونه من توضیح میدم. هر وابستگی مانعی است برای زندگی در سطح هوشیارانه تر و عالی تر. هر چه بیشتر توجه کنید این نکته رو عرفا تاکید میکنند، هر چه بیشتر بتوانید از مردم و اشیاء دست بکشید به رهایش و پرواز نزدیک میشوید. و این رهایش و پروازی که در اینجا گفته میشود، قانون رهایی و قانون آزادی و حریت، به معنای نفی بهره بردن از نعمت ها نیست، به معنای نفی ثروت نیست، به معنای نفی تلاش در زندگی نیست، بلکه این فرایند همون تزکیه است که قرآن به ما میگه. در سوره شمس بارها از من شنید، خداوند قسم ها یاد میکند، بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها. خداوند به همه اینها قسم یاد میکنه، سوگند به خورشید و پرتو آن، سوگند به ماه چون به دنبال خورشید در آید، سوگند به روز چون نمایان شود، سوگند به شب چون فرو پوشد همه چیز را، سوگند به آسمان و آن کس که آن را بنا کرد، و سوگند به زمین و آن کس که آن را چرخانی. و بعد از تمام این سوگندها سوگند نهم، و نفس و ما سواها، سوگند به جان انسان و به این کبوتری که میخواد پرواز کند، و آن کس که او را تسویه کرد یعنی قوا رو در او قرار داد، اعتدال در او ایجاد کرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، هم انسان رو الهام کرد، آگاهی داد، هم به فجورش هم به تقواش. بعد میگه چی؟ قد افلح من زکاها. این افلح یعنی همین پرواز، رسالت و طی. عرفا بر این تاکید میکنن، هانری کوربن این رو آورده، حالا بنده عرض میکنم، قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد کسی که خودش را تزکیه کرد. این تزکیه یعنی چی؟ تزکیه یعنی پاک شدن، تزکیه یعنی رها شدن، تزکیه یعنی رشد. کجا تزکیه صورت میگیره؟ زمانی که من وابسته نباشم، نچسبم به چیزی. وقتی من میچسبم به چیزی عین همون میشم، مثلا هویت من عین همون میشه. فقط خواب زیان دید کسی که خودش رو دفن کرد، یعنی رشد نداد. این تزکیه‌ای که در اینجا گفته میشود دقیقاً به معنی نقطه مقابل پرواز و گرایش است، به معنای نفی نعمت ها نیست. و دقیقاً چیزی را ما باید در نظر بگیریم در برابر این وابستگی به نام رهایی، و جوهر اون رهایی رضا و تسلیمی است که عارف به ما آموزش میده و به معنای هماهنگی با کائنات است. یعنی عرفان چیه؟ ما میخوایم عارف بشیم، خب ان شاءالله ما بتونیم یک قدمی به دنبال عرفا برداریم. کجا عارف بشیم؟ عرفان مکتبی است و یک دستگاهی است با سیمبل‌های مقدس که با این سیمبل‌ها کاری می‌کند که ما هماهنگ با کائنات بشیم. هماهنگی با کائنات به معنای همون رضا و تسلیم است. خب توجه بفرمایید، در اینجا من برای شما کدهایی آوردم که در اینجا رضا و تسلیم و هماهنگی با کائنات راهی به سوی رهایش است. این همه تأکید بر مقام رضا و مقام تسلیم می شود. و در اون 8 مرحله‌ای که بنده در نوبت‌های گذشته خدمت عزیزان عرض کردم که از فکر ذکر می جوشد، از پیوند فکر و ذکر شکر متولد می شود، و در کنار فکر و ذکر و شکر علم و آگاهی ظهور پیدا می کند، و در این میان عشق و محبت، دولت عشق و محبت حاکم می شود، و بعد صبر مطرح می شود، در نهایت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، این انسان فکور، ذاکر، شکور، عالم، صبوری که این پله ها رو طی می کند به مقام رضا و تسلیم می رسد. خب نگاه کنید به این حرفایی که شیخ بهایی زده، شما توجه کنید که شیخ بهایی به ما چه میگه. نگاه کنید در این عنوانی که براتون آوردم میفرماید تا نیست نگردی ره هستت ندهن. یعنی چی من نیست بگردم؟
نیست کردن این وابستگی، این مرتبه با همت پستت ندهم، چون شمع قرار سوختن گر ندهی، سررشته روشنی به دستت ندهند. باز مولانا در مثنوی اون حکایت رو بارها از من شنیدی که یک پهلوانی زمان قدیم رسم بوده که اینها می آمدن، این پهلوانان بر عرض کنم که بازوی خودشون خالکوبی می کردن. پهلوانی رفت پیش دلاک توی حمام و گفتش که من می خوام که شخصی آمد ادعای پهلوانی می کرد، حالا پهلوان نبوده، این آمد گفتش که من می خوام که تو خالکوبی کنی روی کتف من یا پشت من، بیا بر من خالکوبی کن. گفت حالا چی میخوای که بر پشت تو خالکوبی کنم؟ گفت عکس یک شیر. بعد عرض میکنم خدمتتون که گفت حالا بخوا. اون سوزن خودش رو آورد که شروع کنه به خالکوبی، چون سوزن که میزنه درد داره، شروع کرد به سوزن زدن، این دردش اومد. گفت این چه قسمتی از شیری که داری میزنی؟ گفت این دوم شیر دارم میزنم. گفت حالا نمیشه که این شیر دوم نداشته باشه، به شیر بی دوم بزن. خب باشه، شروع کرد باز سوزن رو بر بدن این آقا فرو کردن و زدن و زدن، باز این مرتبه باز دردش اومد، تحمل نداره، استقامت نداره، نمیتونه استقامت بکنه. گفت آقا اینجا چه قسمتی از شیره؟ گفت این قسمت یال شیره. گفت حالا نمیشه این شیر یال نداشته باشه. بعد خلاصه عرض میکنم خدمتون که این گفت باشه، متحیر شده بود، باز شروع کرد به سوزن زدن، باز این دردش اومد. گفت بالاخره این چه قسمتی از شیره؟ گفت این گوش شیره. گفت گوشم نمیخواد داشته باشه. بعد سر شیر رو شروع کرد، گفت نمیشه سرم نداشته باشه. یک مرتبه این دلاک عصبانی شد و این سوزن رو بر زمین کوبید و مولانا از زبان او بیان میکند شیر بیوم و یال و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید، شیر بی بله بی یال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. حالا در ادامه به دنبال این مولانا به همین نکته‌ای که بنده وابستگی رو اینجا مطرح میکنه، ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس جبر خیش. خب برای کسانی که عادت کردن به یک سلسله سنت هایی که براشون محکم شده، اینا نمیتونن دست از این وابستگی بردارن و پرواز کنن. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدن از وجود، اون گروهی که تونستن رها بشن از وجود، وجود چی؟ وجودهای مجازی که به اونها دل دادند، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. اینها به جایی میرسن که رها میشن، پرواز میکنن، این افلاک رو که طی میکنن چنین چرخ و مهر و ماه و حتی ملائکه بر اونها سجده میکنن. هر که مردن در تن او نفس گبر، هر کس نفس گبر خودشو کش، این نفس میگه من میخوام، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. دفتر اول. خب من در اینجا برای شما عزیزانم گفتم که متداول ترین انواع گرایش ها چیه که تو زندگی ماست، این گرایش های افراطی که انسان چسبنده میشه و وابسته میشه، من اینها رو خدمتون آوردم. اولین گرایش به اشیا و اموال و مادیات، و این رو به صورت یک سخنرانی قبلا بنده عرض کردم، انسان هایی که ارزش گذاری وجودی خودشون یعنی بودن اونها خلاصه میشود در اون داشته هایی که دارن، چقدر زمین دارن، چقدر ملک دارن و ارزش‌گذاری که و وزن و وزانی که برای خودشون قائلن، اینها مساوی میدونن با اون اشیاء و اموال و مادیات. اگه این اشیاء و اموال و مادیات نباشن، مثل این که من وجودم ناقص شده است. این رو بهش میگن چسبندگی و وابستگی شدید، که نشانه اون این است که اینها اهل مقایسه و مسابقه هستن. دائما اینها کسانی هستن که با دیگران خودشون رو مقایسه میکنن به لحاظ نظری و به لحاظ عملی، دائما اینها مقایسه مسابقه میدن. مسابقه در چی میدن؟ مسابقه در ثروت، در قدرت، در جاه و مقام، در حیثیت اجتماعی، در علم آکادمیک، در محبوبیت، تمام اینها برای اینها بوت میشه.
اصلا بت پرستی اینجا شکل پیدا میکنه، گرایش به اشیا و اموال و مادیات، و اینها دائما در حال حرصن و هر چه که کسب میکنن بیشتر میخوان، و هر چه که بیشتر بخوان، عرض کردم، اعتماد به نفسشون در اون مرتبه روحانی و معنوی که باید پرواز کنن، رسالت و تیف داره به اونها آموزش میده، در اون تضعیف میشن، گرایش به اشیا و اموال و مادیات، و اینها همواره خودشون رو ناکام میبینن، چون هر قله رو که تیف کنن قله بالاتری هست، فکر میکنن اون قله تمام شد، باز قله بعدی هست، هر قله رو که اینها فتح کنن قله دیگری هست که باز نسبت به او به احساس کمی میکنن، گرایش به اشیاء و اموال و مادیات. دوم، گرایش به افراد به صورت وابستگی بیمارگونه. نقطه مقابل این عشق عاقلانه است، عشق مقدس است، عشق استرلاب اسرار خداست. انبیا آمدن عشق رو گسترش دادن، محبت را گسترش دادن. در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اما عشق کجا؟ وابستگی بیمارگونه ای که انسان تمام وجودش خلاصه میشه در یک شخص، و این نیاز دارد و میخواهد که اون فرد را جزء مایملک خودش قرار بده، تملک نسبت به اون فرد داشته باشه، و وقتی که میخواد تملک نسبت به او داشته باشه، اون رو دائما کنترل میکنه، و سلیقه های او و نظرات او باید با نظرات من و سلیقه من همسو بشه. به مجرد اینکه سلیقه او با سلیقه من همسو نشد، من احساس شکست میکنم. به مجرد اینکه احساس کردم او در تملک من نیست، من احساس شکست کردم. در این رابطه بحث مفصلی هست راجع به وابستگی های بیمارگونه، مخصوصا بین زنان و مردان، که به نام عشق ظهور پیدا می‌کنه، در حالی که عشق نیست. عشق یک رابطه سالم، اون ارتباط سالم باید تقویت بشه، اما وابستگی‌های بیمارگونه‌ای که انسان رو ساقط می‌کنه. دوم، گرایش به گذشته‌ها، یعنی کسانی که در یک سلسله آداب و سنت‌ها، سنت اصلا خود کلمه سنت از کلمه سن میاد، سن به معنای دندان است، یعنی امری که محکم شده، عادات، تقلیدها، تلقینهایی که از دوران کودکی برای من محدودیت ایجاد کرده در همون گذشته خودم، به خاطر اینکه اون اساطیر الاولینی که اون اجدادی که بر آبایی که در کتابهای دینی، در خود قرآن هم خداوند اشاره میکند که اینها وقتی به اونها میگیم که شما چرا بت میپرستید، میگن ما بر آثار گذشتگانمون داریم اقتدا میکنیم. گرایش به گذشته ها، حالا این گذشته ای که میاد در زندگی من به صورت یک سنت میشه، سنت ملی، سنت دینی، جزء هویت من میشه، حتی به خاطر اون من آدم میکشم. گرایش به عقاید، وسواس در عقایدی که من پیدا میکنم، عقایدم جزء اموال و دارایی هاست، و همانطوری که جوراب من جزء اموال منه و ممکنه جوراب من بو بده، ممکن است عقیده من هم بو بده، و اگر کسی به من گفت عقیده تو متعفن است، به این معنا نیست که من متعفنم. اگر کسی گفت عقیده تو پوسیده است و عقیده تو خراب است، به این معنا نیست که من خرابم. وقتی که من به عقیده خودم میچسبم و وابسته میشم، هویت بین من و عقیده من ایجاد میشه، در اینجا من نمیتونم پرواز بکنم. گرایش به عقاید اقتصاد، گرایش به پول، این مسئله پول که در قرآن به عنوان، عرض کنم که قناطیر المقنطره، یعنی به عنوان پول، اصلا خود پول هم در اصلش بوده پول، این پول هم یا پول بوده، به معنای این که این وسیله است. نگاه به پول نگاه اسبابی و ابزاری نیست، نگاهی است که هدف است. این باز وابستگی در انسان ایجاد میکنه، نمیگذاره پرواز بکنه. گرایش به پیروز شدن، یعنی خود همین یه وابستگی در من ایجاد میکنه. من وقتی که میخوام یه بازی شطرنجی انجام میدم، گرایش به این دارم، یعنی وابسته شدیدم به اینکه پیروز بشم. حالا اگر من دو امتیاز کم آوردم، یه نفر از من دو امتیاز بیشتر آورد، من نباید احساس شکست بکنم. من در این که اومدم در این بازی و در اینجا یه لذتی رو
در اینجا تجربه کردم، این باید برای من کافی باشد. اما وقتی که من وابسته هستم احساس شکست میکنم، درد و رنج از طریق این وابستگی بر من ایجاد میشود. اینها مهمترین گرایش های افراطی است که انسان پیدا میکند و به صورت وابستگی و به صورت وابستگی نمیگذاره که این انسان پرواز بکنه. خب حالا خلاصه سخن ما چی شد؟ خلاصه سخن ما این شد که این پرواز پرندگانی رو که ما خدمت عزیزان مطرح میکنیم، درسی که این پرواز پرندگان به ما میدهد رهایش است و رهایش نقطه مقابل وابستگی های بیمارگونه افراطی است که دست انسان را میبندد. و این پروازی که در اینجا مطرح است برای این است که این انسان بتواند از اون قعر چاه مغربی به سوی اون قله مشرقی پرواز کند. اما این پرواز سیرش تدریجی هستش، اساساً حرکت تدریجی هستش. نکته دیگر و درس دیگری که ما در این رسالت و تیر میگیریم و من خدمتون تقدیم میکنم این قسمت است که وقتی که عرض میکنم در اینجا بنده آوردم طلب بیقراری، عنایت بفرمایید که من این قسمت رو هم براتون توضیح بدم، لطف میکنید و انشاءالله در پایان جلسه از نکته سنجی ها و از نظرات عزیزان ما استفاده خواهیم کرد. در این قسمت طلب بیقراری، در جایی که این مرغان وقتی که دارن حکایت میکنن در رسالت و تیر، میرسد به اینجا که میگه ما دیدیم که میتوانیم به تنهایمان چنان نصیبی را ببخشیم، پس در قله آن کوه آرمیدیم. اینا وقتی میان قله هفتم، اینا اونجا متوقف میشن. آنجا باغهایی بود پوشیده از مرغزار، باغچه های پرگل، درختان میوه و جویبارهای روان که زیباییش دیده ها را مبهوت میساخت. اشکال بیبدیلش خردها را میره بود و عزاهان را شگفت زده میکرد. در آنجا گوش من سرشار از آواز خوش پرندگان شد و مشام من آکنده از عطرهای نیکویی گشت که مشک و انبر تازه در برابرشان هیچ می نمید. ما از میوه ها تناول کردیم و از رودبارها نوشیدیم و در آنجا چندان ماندیم که خستگی را از تن بدر کردیم. پس یکی از ما به دیگری گفت هیچ دامی مانند امن بودن نیست و هیچ رهایی مانند احتیاط. هیچ دژی نمیتواند فرد را از گمانهای بد مسئول بدارد. اگر ماندن ما در اینجا به دراز بکشد و نتیجه در بیخبری بدهد، دشمنان می آیند و ما را می یابند. پس برخیزید و ترک منزل کنید که هر چند اقامت در اینجا نیکو بنماید، نیکوتر از سلامت نیست. این نکته ای که در اینجا مطرح است، ما از این چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ چون وقتی که اینها میرن و اون ملک رو هم زیارت میکنن و با رسول ملک دارن برمیگردن، این رسول ملک در آخر این روایت هم ابن سینا و هم سهروردی که اینو ترجمه کرده این رو بیان میکنه که ما داریم برمیگردیم، با رسول ملک داریم برمیگردیم. این رسول ملکی که در اینجا گفته میشود، این رسول ملک، بعضی از شارحین گفتن این رسول ملک همون ملک الموت است و این سفر سفر مرگ است. این پروازی که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، این پرواز پرواز مرگ است. با مرگ انسان پرواز پیدا میکنه. اما هاندی کورمن معتقد است به این که این رسول جبرئیل است. جبرئیل است که در سوره تکویر انه لقول رسول کریم، جبرئیل هم رسول است. خب این فرشته است که ملک، وقتی که در عرفان داره این مسئله مطرح میشه که شما پرندگانی هستین که نفوس مستعدی دارید برای پرواز. خب گوش کنید، اگر با این وابستگی ها مبارزه کنید، نفس شما مستعد میشه که به دیدار فرشته میرسید. فرشته جبرئیل است، اما این دیدار فرشته به این معنا نیستش که روح من پرواز میکنه بعد یه فرشته میاد با این روح من ملاقات میکنه، بلکه اینجا به این معناست که این چون از این وابستگی دست برداشته و پرواز کرده، این از جنس فرشته میشود. یعنی نفس او مستعد میشه
در این رسالت و تک داره اینو بیان میکنه. هانری پورمن به این نکته اشاره میکنه که نفس تو از جنس فرشته میشود. این همونیست که مولانا میگه که چی؟ بار دیگر از ملک پرام شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم. و چون این رسول فرشته وحی و جبرئیل و انسان از جنس اون فرشته میشه، بنابراین این سفر سفر مرگ نیست، این سفر معراج است. چون میگه باید برگردیم، این سفری است که رفته، این پرواز کرده، خودش رو رها کرده و حالا از جنس فرشته شده. و در اینجا روانشناسان و کسانی که شاگردان یونگ هستند این مسئله رو مطرح کردن که این پرواز به این معناست که انسان بوی خودش رو پیدا میکنه، انسان به یک تفرد میرسه. به تفرد که میرسه، تفرد یعنی چی؟ یعنی جنبه ایندیویدوالیسم من تقویت میشه. توجه داشته باشید، ما یک جنبه کلکتیویست داریم که همرنگ دیگران میشیم. شما وقتی که گوجه فرنگی میخری روز اول از مغازه میوه فروشی، گوجه فرنگی بوی گوجه میده، خیار بوی خیار میده، طالبی بوی طالبی میده. اینا تفرد دارن، بوی خودشونو میدن. ولی وقتی که اینا رو تو یخچال میذاری بعد از چند روز، خیار بوی گوجه فرنگی و بوی طالبی و بوی پرتقال قاطی شده در خیار. ما آدما اینطور میشیم که آگاهی ما اینجا تجزیه میشه. و اگر پرواز کنیم، یعنی از این وابستگی ها انسان بگه من که مردم میبینم که حتی این فرزند من مالک فرزندم نیستم، فرزند من هم مایملک من نیست، فرزندان من باید رها باشن، همسر انسان باید رها باشد، همانطوری که او هست باید او را دوست داشته باشید، نه اونطوری که شما دوست دارید و دلتون میخواد. این که میشه خودخواهی. حالا در اینجا روانشناسان مطرح میکنند که یک اتحادی میشود با اون هوشیاری و آگاهی عرفانی و اون ضمیر ناخودآگاه و محتویات ناخودآگاه و اون آرکیتایپ هایی که به عنوان نمادهای فرهنگی برای اون مطرح است. از اتحاد اینها شخص در این پرواز به خودش میرسه، یعنی به تفرد میرسه، یعنی اونجا بوی خودش رو دیگه میده، اینجاست که رها میشود. و وقتی که رها میشود، مولانا چه میگه؟ میگه پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. خب حالا میگه ما داریم بر میگردیم و اینجا یه درسی رو به ما میده که هانری کوربن هم اشاره کرده. و اون درس این استش که علامت این که تو اومدی تو کلاس عرفان یه چیزه، توقف نداشته باشی، ضایع نکردن عمر، عمرت ضایع نشه. ببین از فردا ببین عمرتو ضایع میکنی؟ اینو عمر بالاترین سرمایه است که خدا به شما داده و قسم یاد میکند ولعصر ان الانسان لفی خسر. خدا به قسم میخورد به همین عمر، به همین عصر، که این انسان در خسران است. یعنی زمانی که من از دست میدم نمیشه قرض کرد، نمیشه پسنداز کرد، نمیشه خرید، نمیشه فروخت، هرگز. اینجا درسی که در این رسالت و تیر ما میگیریم، دائما باید اونجا در کوه هفتم میگن نمونید نمونید، بلند شید پرواز کنید. این درس رو به ما میده. اگر ماندن ما در اینجا به درازا بکشد و نتیجه در بیخبری بدهد، دشمنان می آیند و ما را میابند. امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی چی می فرماید؟ فرماید و امرنی، خدایا به من عمر بده، اما ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا زمانی که عمر من لباسی باشد برای طاعتتون، لباسی باشد برای اینکه من بتونم پرواز کنم، برای اینکه من بتونم به اون حضور برسم. اما فاذا کان عمری مرتعا للشیطان، اما وقتی که عمر من چراگاهی شد برای شیطان و جاذبه های شیطانی، امام سجاد می فرماید فقبزنی الیکه قبل ان یسبق مقتک الیه، خدایا منو دریافت کن، منو ببر قبل از آنی که خشم تو و غضب تو به صورت یک رعکشن در هستی به من برگرده. او یستحکم غضبک علیه. مولانا در اینجا میگوید این سخنرانی است پایان و فرا، ای خلیل حق چرا گشتی کشتی تو زاب. ببینید حضرت ابراهیم به درگاه خداوند
سوال میکنه که خدایا به من نشون بده چگونه مردگان را زنده میکنی. در سوره بقره هست. و از ابتلا و از قول ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمن. خدا میگه مگه ایمان نداری؟ قال بلا من ایمان دارم ولکن لیطمئن قلبی. ولکن میخوام اطمینان قلب پیدا کنم. میخوام ببینم. قال فخذ اربعه من الطير. خداوند میگه 4 تا مرغ را بگیر. اون 4 تا مرغ را بکش. اونها رو بر سر قله قرار بده. اونها رو صدا بزن. مرغابی، خروس، کلاغزاقی، طاووس. این 4 تا مرغ بوده. مرغابی، کلاغزاقی، طاووس، خروس. مولانا این رو به شکل دیگری بیان میکنه. میگه درسته ابراهیم سوال کرده از خدا و خدا به اون نشون میده چگونه مردگان را زنده میکنی، اما سوال اصلی ابراهیم این است چگونه من میتوانم به اون سفر روحانی برسم. و خداوند به اون میگوید زمانی که بتوانی در خودت 4 مرغ را که به اونها وابسته شدی، این 4 مرغ را بکشی. یکی خروس است که سمبل شهوت است، یکی مرغابی است که سمبل حرص است، یکی طاووس است که سمبل کبر است، یکی کلاغزاقی است که سمبل اینه که عمر دراز میخواد ولی از لگنزار تغذیه میکنه. این سخن را نیست پایان و فرا، ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ؟ چرا زاغو کشتی؟ بهر فرمان حکمت فرمان چه بود؟ فرمان خدا رو حکمت اون فرمان چه بود؟ اندکی زسرار آن باید نمود. کاغ کاغ و نعره زاغ سیاه، قارقار کردن این کلاغی که سیاه و نماد ظلمت، نماد اون مغربه، دائما باشد به دنیا عمرخواه. این دائما در دنیا عمر میخواد، یعنی کلاغ میخواد عمرش طولانی بشه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد، تا قیامت عمر تن درخواست کرد. مانند شیطان که از خدا درخواست کرد که تا قیامت زنده باشد. گفت انظرنی الی یوم الجزا. شیطان گفت تا روز جزا به من مهلت بده. کاش کی گفتی، مولانا میگه کاش که شیطان نمیگفت به من عمر طولانی بده، عمر طولانی و جنایت. کاش کی گفتی که توب ناربنا، توبه کردم خدای من. حالا مولانا میگه عمر بی توبه همه جان کندن است. یعنی عمری که تو به یه چیزی بچسبی، هیچ وقت دست از اون بر نداری، هیچ وقت نگی اشتباه کردم، هیچ وقت بر نگردی دو مرتبه حرکت بکنی، مرگ عمر بی توبه همه جان کندن است. مرگ حاضر غایب از حق بودن است. کسی مرده است که با حق نیست، کسی مرده است که از حق غایب شده است. عمر و مرگ، عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود. بی خدا آب حیات آتش بود. آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. اینی هم که شیطان گفت عمر طولانی به من بده، این زایده همون لعنت خدا بود. لعنت نه این که من بگم لعنت بر تو، لعنت یعنی دور شدن از رحمت. از خدا و غیر خدا را خواستن، بله از خدا اگه غیر خدا رو بخوای ظن افزونیست، یعنی فکر میکنی که افزونی گرفتی. و کلی کاستن خاص عمری غرق در بیگانگی، در حضور شیر رو بحشانگی. خود در مقابل شیر داری تیره میزنی. حق شیر است، نظام خلقت بر اساس این قانون شیر است. عمر بیشم ده که تا پستر روم، محل مفزون کن که تا کمتر شوم. به من مهلت بده تا من کمتر بشم. تا که لعنت را نشانه او بود، بد کسی باشد که لعنت جو بود. عمر خوش در قرب جان، در قرب جان پروردن است. عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. بنابراین درسی که این پرندگان به ما میدن، میگه دائما باید توبه کنی، دائما باید پرواز کنی، دائما باید از این کوه به اون کوه. حالا از فردا شما اینه که میخوای توی زندگیت کاربردی بکنی، در کاربردی کردن این حقایق رسالت و تیل به این دوتا مطلب توجه بکنی. رهایش، زایع نکردن عمر. دوتا غزل است، من میخونم بعد در خدمت شما هستم. غزل شماره 2927 مولانا میگوید ز کجا آمده ای میدانی؟ ز میان حرم سبحانی. ز کجا آمده ای میدانی؟ ز میان حرم سبحانی. یاد کن هیچ به یادت آید آن مقامات خوش روحانی. پس فراموش شدستت آنها، لاجرم خیره و سرگردانی. جان فروشی به یکی مشتی خاک، این چه بیعه است بدین ارزانی؟ بازده خاک و بدان قیمت خود،
نی غلامی ملکی سلطانی، جهت تو ز فلک آمده اند خوب را خوب رویان خوش پنهانی، بر خاطر تو اینها آمدن تو را ببرند و باید آماده بشی برای این رفتن. خب غزل شماره 17، این غزل رو هم توجه کنید، این غزل بسیار زیباست. آمد ندا از آسمان جان را که بازا السلام، از جانب معشوق ندای آمد برای این سالک که باید پرواز بکنی. آمد ندا از آسمان، این آسمانی که میگه نه این آسمانی که کرات آسمانی باشد، آسمان یعنی بالا، یعنی اونجایی که ماز بالا ایم و بالا میره. آمد ندا از آسمان جان را که بازا السلام، بیایید بالا، بیایید بالا. جان گفت ای نادی خوش، جان گفت ای کسی که ندا کننده خوشی هستی، یا ای منادی که داری ندا میکنی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی اهلا و سهلا مرحبا. این کلمه عربی اهلا یعنی من با غریبه مواجه نمیشم، با اهل خودم، تو از اهل منی، و سهلا من در جای مطبوعی میرم، من به اون آرامش میرسم. مرحبا یعنی خدا به تو گستردگی بدهد، اهلا و سهلا مرحبا، برای خوش آمد به یک مهمان انسان میگه. اینجا این سالک میگه، یعنی این پرنده میگه، جان گفت ای نادی یه خوش، اهلا و سهلا مرحبا، سمعا و طاعه، سمعا یعنی اسمع و سمعا، سمعا مفعول مطلقه یعنی شنیدم، شنیدنی، مطیع هست تو هستم، طاعت کردنی، من در بند تو هستم، من برای تو هستم، من بنده تو هستم. انسان آزادیش در برابر هر چیزی که گرفته بشه به اون وابسته است. اگه شما در برابر من آزادی گرفته بشه، شما بنده من شد. اگر در برابر ثروت آزادی من گرفته بشه، من بنده ثروت شدم. سمعا و طاعا ای ندا، هر دم دو صد جانت فدا، ای ندا کننده، هر دم دو صد جانت فدا، یعنی در هر دم دو صد جان را فدای تو می کنم. یک بار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر حل عطا، سمعا و طاعا ای ندا، هر دم دو صد جانت فدا، یک بار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر حل عطا. مولانا اینجا میگه من میخوام پرنده هستم، میخوام پرواز کنم برم به حل عطا. حل عطا چیه؟ یه سوره هست در قرآن که با حل عطا آغاز میشه، اون سوره این است: هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر انسان گذشت روزگاری و دوره‌ای و مرحله‌ای که انسان بود اما بالفعل به صورت انسان نشده بود؟ یعنی چی؟ یعنی انسان بود اما مورد ذکر واقع نشده بود، یعنی نیومده بود در عالم ناسود و عالم ماده، اینو مولانا میگه، بلکه در عالم ملکوت بود. میگه برپرم بر حل عطا، یعنی بر اون مرحله و بر اون موقعیتی که انسان بود اما به صورت انسان مادی نبود. ای نادر مهمان ما، ای مهمان نادر ما، یعنی کمیاب ما، ای نادر مهمان ما، بردی قرار از جان ما، آخر کجا میخانیم، من کجا دارم میرم، گفتا برون از جان و جا. این پرنده که میخواد پرواز بکنه به کجا میره؟ در اونجا هانری کوربن میگه به ناکجا آباد داره میره، به سوی بیسویی داره میره. از پای این زندانیان بیرون کنم بند گران، ما همه زندانی هستیم، بند گران به پای ماست، وابستگی هایی که عرض کردم، بر چرخ بن هم نردبان، یعنی بر ملکوت من نردبانی میگذارم تا جان برآید بر علا. حافظ میگه ز ملک تا ملکوت حجاب بردارم، حجاب در برابر کسی که سیر از ملک به ملکوت میکنه بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. تو جان جان افزاستی، خداوند داره خطاب میکنه به این پرنده، تو جان جان افزا، تو جانی هستی که میتونی جانها را افزون بکنی، میتونی به دیگران جان بدی، آخر ز شهر ماستی، آخر از شهر ما هستی، دل بر غریبی مینهی این کی بود شرط وفا، آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده. این آوارگی ها، آواره ثروت، آواره قدرت، آواره فرزند، آواره همسر، آواره معشوق، آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده،
آن گنده پیر کابلی صد سحر کردد از دقا. من بین این بین این چند تا بیت آوردم از مولانا، میگه از دم حب الوطن بگذر مایست. این دم حب الوطن، حب الوطن من ایمان. پیغمبر میگه دوست داشتن وطن من ایمان است، یعنی دوست داشتن ایران جزء ایمان است، دوست داشتن کانادا جزء ایمان است، دوست داشتن پاکستان جزء. نه، میگه وطن اصلی. از دم حب الوطن بگذر مایست، که وطن آن سوست جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر آن سوی شد، این حدیث راست را کم خان غلط. یعنی غلط نگو که حب الوطن یعنی ایران و پاکستان و افغانستان. آوارگی نوشت شده، خانه فراموشت شده. آن گنده پیر کابلی، پیرزن کابلی که قصهش در مثنوی آمده که یک شاهزاده رو گول زد، و انسان برخوردش با دنیا اینطوریه که دنیا به صورت یک پیرزن میاد در برابر انسان، میگه من پیرزن گنده پیر کابلی هستم، دندونم تو دهانم نیست. ولی ما نگاه میکنیم و میگیم نه، تو یک دختر 18 ساله و 20 ساله هستی. آن گنده پیر کابلی صد سحر کردد از دقا، از اون حیله سحرت کرد. این قافله بر قافله پویان سوی آن مرحله، چشماتو باز کنم، این قافله ها رفتن به سوی اون مرحله. چون بر نمیگردد سرت، چون دل نمیجوشد تو را. چرا سرت بر نمیگرده؟ چرا دلت نمی جوشه؟ بانگ شتربان و جرس می نشنود از پیش و از پس. بانگ شتربان، بانگ جرس، بانگ می زنن که حرکت کنید. ای بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما. بسیاری از رفقا، بسیاری از عرفا، اینها منتظر ما هستند. خلقی نشسته گوش ما، مست و خوش و بیهوش ما. نعره زنان در گوش ما که سوی شاه ها، ای گدا بیایید به سوی شاه، ای گدا. اینو از کجا مولانا گرفته؟ از آیه قرآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونهایی که در راه خدا کشته شدن مرده نپندارید، بل احیاء عند ربهم يرزقون. حالا یه عده‌ای در جهاد اکبر در مبارزه با دشمن میرن کشته میشن، خب این راجب شهید. اما یه معنای عرفانی، کسانی که در جهاد اصغر میرن کشته میشن، میرن برای دفاع از میهن، ادعی در جهاد اکبر یعنی در این جهاد عرفانی، اینها قتل در راه خدا به معنای این که اونجایی که من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی احبنی و من احبنی احببته و من احببته و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلیدیته و من علیدیته فعنبیه. کسی که طالب من باشد مرا پیدا میکند، کسی که مرا پیدا کرد محب به من میشود، عشق به من پیدا میکند. کسی که عاشق من شد او را میکشم، و کسی را که کشتم دیه او به گردن من است و دیه او و خونبهای او خود من هستم. این قتل در راه خدا نه به معنای جهاد اصغر و جنگ بگیریم، بلکه به معنای اون مرگ اختیاری عرفانی است که بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید تا پرواز کنید. بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. حالا این بیت آخر رو از این آیه گرفته، فرحین بما آتاهم الله، اینها شادن از اون چیزی که از این پرواز دریافت کردن، من فضله، از فضل خدا، و یستبشرون بالذین لم يلحقوا، و بشارت میدن به اون کسایی که به اونها ملحق نشدن، من خلفهم چی الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف نداشته باشید، حزن نداشته باشید. حالا اینجا داره این رو میگه، میگه که خلقی نشسته گوش ما، مست و خوش و بیهوش ما، نعره زنان در گوش ما که سوی شاه ها، ای گدا. خیلی ممنونم از توجهی که عزیزان داشتن.